محمدم خوش اومدید به چنل لتس پلی. بچه ها امروز اومدم که یه دکی رو بهتون معرفی کنم که تقریبا میتونید از آلونه 11 ازش استفاده کنید. بچه ها دکی من دکی رویال جاینته، چیز الکترو جاینته یا همون ای جاینته، اما خب اصلا کلا با یکی اصلیش فرق میکنه. کارتاش ایدرای، زویزوی، ماینر، هانتر، لاگ، الکترو جاینت، بومبر و اسکلتون آرمیه. من چند وقت بودش که با دکای مختلف اتک میزدم و نمیتونستم دستم دوشون را نمیافتاد. بعدم رفتم یه مقدار دکای رویال چیز ای جاینت رو نگاه کردم، بعدم اومدم واسه خودم یه دک ساختم. من الکترو جاینت رو قبل از اینکه به آرنای 11 برسم داشتمش، یعنی مبادله کرده بودم داشتمش. حالا خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، قبل از اینکه بریم توی اتک لایک و سابسکرایب یادتون نره و لطفا اگه میتونید یه اسم واسه این دک توی کامنت ها انتخاب بکنید که همون الکترو جاینت نباشه دیگه، چیز غیر از الکترو جاینت. خب بریم سراغ نبرد اول. من الان کاپم توی 4153. میخوام بیارم بالا کاپمو. حریف بندیت بازی میکنه، ما فعلا کارتی بازی نمیکنه. اون رو که میندازه اینجا گنده رو اسکلتون رو نمیندازه، اینجا ایدرا رو نمیندازه. خیلی بد دفع کردیم. ماینه رو هم میندازه. ما اینجا دوتا حالت داریم، یکی اینجا میتونیم سب کنیم سبه بازی خیلی زیاد بازی کم کنیم. دوتا حالت داریم، یکی اینجا میتونیم سب کنیم وقتی یکسی دو برابر شد حمله کنیم، یکی اینکه نه هر وقت دوست داشتیم حمله کنیم. من اکثرا سب میکنم نزدیک های اکسی دو برابر اتکم رو شروع میکنم، اکسی دو برابر که میشه بتونم اتکم رو پشتیبانی کنم. حریف بکس میندازه و فعلا حریف یه مقدار اما جلوه، اما در کل ما جلوتریم. خب اینجا دوباره ما اسکلتون آرمی رو میندازیم، دوباره زب میزنه و سب میکنیم. الان اکسترون فولش رو میخوام یه دونه اتک بزنم که ببینم چه جوری میخواد دفاع کنه. این کارت دفاع مثلا الکترو جاینتش چیه؟ با پشترش هم ایدارا رو بازی کنم. جلاد خودش میمیره اینجا. اینجا لاگو میزنم. بهش نمیزدم خودم اینجا. اون میگا نایس داره. حالا باید با هانتر مگانایتش رو بزنیم. میکنیم جلوش که نب پریدوش. او هانتر میزنه مگانایتش رو. حالا اکسیر که دوباره بر شد. یه ماینر میندازیم. ماینر میزنه. حالا اینجا زویزوی میندازیم. فکر میکنیم چیز من اسکلتون رو میندازیم زبزه. خب این تاور رو دیگه ول میکنیم، میذاریم بزنه. حالا ای جاینت رو بازی میکنیم با ایدراک. ماینر هم میندازیم. این برای پشت جلده رو اسکلتون رو بازی میکنیم. ای جاینت بعدی رو میندازیم. وای 10 ثانیه وقت میمونه این دست رو بخونم بکنم. اگه وقت اضافه اومد میتونستم بزنمش، اما اولین بتل هول شدم. به نظر من منم باید مثل بقیه یوتیوبرهای که داشت روی لایف بتل نزنم، چون آدم وقتی زفت میکنه همزمان هم میخواد حرف بزنه بعد هم اتک بزنه هول میشه.
این شاید من اینجوری هم. خیلی شاید اینجوری نباشم. ماینر رو میندازیم. این نسل قطعا باید در مقابل کوکو ببنیم. لیولش 13 چیز 12 خوصب میکنیم آچارش بیان جلو. شاید دکش ایکس با آچار باشه. موسکیته رو بومبه رو میکنیم. موسکیته رو مثل سگ دمیج میکنیم. خب مهم نیست. سب بکنم اکسیرمون فول بشه. جاینت بازی میکنه. ما از جلو اسکلتون رو میمونیم. جاینت رو میگیرم. خب جاینت دفاع شد. اونجا ای جاینت همون رو میندازیم. حریف ماسکیتر میندازه. ای دراگ همون هم میندازیم. حالا پرسرش رو دیگه باید پر کنیم دیگه. حالا ای جاینت رو جایدن نرف کردن. اما خیلی خوب بوده. خیلی قوی بود. میرسید به تاور. عشق تاور رو برمیده. این وال بیل کردن خیلی قویه چون یه داشت دو تا مشت میزن. نه یه مشت ده. خوب سب میکنم الان که اکسی دو برابر شد ای جاینده ودیو میندازیم بچه. حالا از پشت سر شیدراک میندازیم. ماینر رو میندازیم از جلو و یه جلو این میندازیم کنار تاورش. فایروال میزنه ما زیزی میزیم تموش تاورش رو گرفتیم بکنیم. حالا اینجا بمبه رو میندازیم. الکترو جاینت بعدی تو دستمونه. سب میکنیم اما نمیندازیم. تاورش رو گرفتیم از جلو. این جاینت بعدی میندازیم که حریف دیگه نتونه زد به حمله بزنه. اینجا لاگو میزنیم و حالا ماینر رو میندازیم کنار ماسکیتو رو. هانتر هم میندازیم این جلو. خب تمام این دست بردیم. اینجا ما همینجا پول میکنیم که دیگه حریف هیچ همینطوری کار نکنیم دیگه. بردیم تمام. بچه ای جاینت در کل خیلی قویه. من همیشه یه ایموت میدم بعد میام بیرون. باقی 4150. من تا اینجا با همین دک اومدم. بریم فکر کنم تو این ویدیو بریم آرنای بعدی. خیلی خوب میشه اگه تو این ویدیو بریم آرنای بعدی. خوب حریفمون احتمال خیلی زیاد با پرنس بازی میکنه. یه بومبر هم اینطوری میندازیم. حریف نمیدارید با لاک بیانیش و بله پرنس میزنه چون تو پروفایلش پرنس رو گذاشته بود. چون این نزیم از بالا هم ایدر اوکن نزیم که زب ایدونی نزمه روی اسکلیتون خراب بشه. خیلی خوب خیلی ایزی خیلی ایزی دفاع کردیمش. خیلی ایزی دفاعش کردیم. بچه یادتون میاد که ای جاینت دیگه یه سال پیش 8 اکسی بود. یه سال بیشتر اما چند وقت پیش 8 اکسی بود. اون موقع از این موقع خیلی قدی تر بود. از همون ما واسه دفاعش بعضی وقتی ای جاینت رو باید موقع دفاعات دفاع هم استفاده کن. واسه دفاعش میندازیم ای جاینت رو. نمید که چقدر از جونه برد از جونه رو نگانه. این خیلی خوب دفاع میکنه. اوه پرنس و اندو خیلی سدی شد. خب این خوبه. این شتابشو میگیره. اینجا
اسکلتون رو میندازیم. خب بچه ها اکسیز دو برابر شد، الان ما باید حمله بکنیم. این میندازیم بالا و اینجا هم با همدوره و باید پشت سر هم دیگه هی جاینت میندازیم. اینجا زیزیم میندازیم. خیلی خوبه بچه ما داریم جلو میفتیم از حریف. تکنیکش یه ضربه هم نزد. ماینه رو میندازیم. الان جلو هم. الان دوباره نگانایتش رو دوباره جنگ میندازیم و از بالا هم جراش صد درسته که این بازی میدهیم. هانتر رو اینجا هم میکنم. اشتباه کردم ازش بکنم. اما زوزوی رو میدازیم و والا از حریف خیلی جلویم بچه ها. وای بگش صد اشکال نداره. اینجا زوزوی رو یه دونه میزنه و اینجا دوباره ای جاینت میدازیم. ایدرا که مونم میندازیم. بچه از این وقت بیشتر از این دیگه واسه تون ویدیو میذارم. اگه دوست داشتید کامنت بذارید برمیدید. اینجا لاگو میزنم دیگه اشکال نداره. زوی زوی رو میندازم. اینجا یه انتجا اینجا وای. بچه یه سوتی ریز دادم و یعنی 500 تا جنو تاش ایجاینت اونم رفته بود جلو دیگه. نباید اون لاگو میزدم اونجا. اشکال نداره. خب بچه اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه و لطفا اسم واسه این دک انتخاب کنید. بعد من اینو میخواستم بهتون بگم. اینجا نگاه کنید، من الان به جز این دو تا دکی که الان زدم میبینید اکثرا بردم پیروزی. میبینید یه دونه شکست بوده پیروزی، یعنی پشت سر همدیگه با این بردم. الان دو ویدیو باختم. خب بچه میخوام با دک جاینت گریویاردم بزنم از این به بعد و ویدیوی آموزش جاینت گریویاردم واسه تون میذارم. خیلی ممنون که ویدیو من نگاه کردید. تا این ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.